این بخشی از سخنرانی روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای است. گسترش مشارکت مردم در انتخابات اهمیت داره. حضور گسترده مردم این در درجه اوله. اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی از مردم ایران می‌خواهد در انتخابات شرکت کند. و اولین بار هم نیست که به آنها می‌گوید خودش تنها یک رأی دارد و در انتخابات دخالت ندارد. رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. اینو درخواست از مردم برای شرکت در انتخابات یا راهپیمایی‌های مناسبتی حکومت بارها توسط رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران تکرار شده، اما هرچه که گذشته نقش و دخالت مسئولان در تصمیم گیری های انتخاباتی بر بی انگیزگی مردم افزوده، طوری که حالا کمتر از 3 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری نشانه هایی از اشتیاق مردم برای شرکت در انتخابات دیده نمی شود. مسئله ای که ریشه در برگزاری انتخابات گذشته دارد. انتخابی قبل از انتخاب مردم، شورای نگهبان قبل از مردم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را گزینش می کند. داوطلبانی که حتی دارای شرایط نامزدی هستند تنها به خاطر نگاه سلیقه‌ای شورای نگهبان منصوب رهبر رد صلاحیت می شود. دخالت‌های مؤثر در روند انتخابات. نهادهای نظامی مانند سپاه و بسیج در انتخابات دخالت دارند و معمولاً سعی می کنند نظر آیت الله خامنه ای را در انتخابات اعمال کنند. بنده وقت دوارایی را نکون می دیم که سران سپاه بعضی از رفتن جای سخنرانی کردن. آرایی که شمرده نمی شود. در 2 انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری شمارش آرا به دردسر جدیدی تبدیل شد. برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم. نامزدهای مخالف دولت حکومت را به دستکاری در نتایج آرا متهم کردند. برخورد با معترضان، اعتراض به دستکاری در نتیجه انتخابات سال 88 با خشونت حکومت پاسخ داده شد. حالا مردم ماندند و یک انتخابات دیگر و البته اصرار رهبر جمهوری اسلامی برای شرکت مردم در این انتخابات. همه سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.